ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما همراهان عزیز فدراسیون ورزش کارگری تسلیت عرض می‌کنیم. با ما همراه باشید با 12 بسته خبری فدراسیون ورزش کارگری. هفته اول لیگ وزنه‌برداری کارگران کشور جام شرکت‌ها با حضور 11 تیم به میزبانی تیم نساجی اترک به پایان رسید. در این رقابت‌ها تیم کیمیای مراغه با کسب 388 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و تیم‌های رازلوین لرستان با 260 امتیاز و ایثارگران با 249 امتیاز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند. هفته نخست اولین دوره لیگ وزنه‌برداری کارگران کشور با حضور 11 تیم در سالن ایرانیان فدراسیون وزنه‌برداری برگزار شد. نکته قابل اهمیت این رویداد حضور آقای دکتر چکشیان، معاون محترم فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر مهدوی، مشاور محترم معاون فرهنگی اجتماعی وزیر، آقای دکتر جواد رمزی، ریاست محترم فدراسیون ورزش کارگری، آقای کوروش باقری از قهرمانان ملی وزنه‌برداری کشورمان و مجید احتشامزاده، معاون فنی و ورزشی فدراسیون ورزش کارگری در محل برگزاری مسابقات بود. گفتنی هفته دوم این رقابت ها به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد. اولین دوره مسابقات فوتبال کارگران استان البرز در بخش بانوان با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد. در دیدار نهایی این دوره از مسابقات، تیم فروشگاه بهار البرز با برتری 10-0 مقابل شرکت مهراسا به مقام نخست دست یافت. در دیدار رده‌بندی هم تیم‌های شهرداری مهستان و شرکت هپسان به مسافه هم رفتند که این بازی با برتری پرگل 12-1 شهرداری مهستان به پایان رسید. در مراسم اختتامی این رقابت‌ها که با حضور مهندس دارایی، مدیر کل محترم تعاون کار و رفاه استان، سرکار خانم فهمیده معاون امور اجتماعی، دکتر عبداللهی رئیس هیئت ورزش کارگری و آقای فشی سرپرست انجمن فوتبال کارگری استان برگزار شد، از تیم‌های برتر با اهدای حکم قهرمانی و جوایز نقدی تقدیر به عمل آمد. تیم فوتسال فولاد مبارکی سپاهان اصفهان قهرمان مسابقات ایمیدرو شد. فولاد مبارکی سپاهان در دیدار نهایی رقابت‌های ایمیدرو موفق شد با حساب 1-0 فولاد هرمزگان را شکست دهد و برای چهارمین سال متوالی قهرمانی مسابقات فوتسال را از آن خود کند. مسابقات فوتسال ایمیدرو با حضور 29 تیم و در 8 گروه به میزبانی شهر تبریز برگزار شد که در نهایت تیم فولاد مبارکی سپاهان توانست جایگاه نخست را از آن خود کند. و اعزام تیم امداد و نجات آفرود هیئت ورزشی کارگران استان البرز برای کمک رسانی به سیل تهران. رئیس هیئت ورزش کارگری استان البرز از اعزام تیم تخصصی امداد و نجات آفرود هیئت ورزشی کارگران استان برای امداد رسانی به سیل امامزاده داوود علیه السلام تهران خبر داد و گفت پیرو صدور هشدار قرمز رنگ از تشدید فعالیت رگبارهای موسمی و رخداد سیلاب از روز پنجشنبه، تیم واکنش سریع امداد و نجات آفرود به امامزاده داوود علیه السلام تهران اعزام شدند و همکنون در حال امداد رسانی هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همراهتون هستیم، همراهمون باشید. روابط عمومی فدراسیون ورزش کارگری.